های قد و نیم قد. سلام، اسم من کامبز حسینی. دیدین بعضیا چقدر تو کارهای روزمره زبلن، خوبن؟ من اصلا تو انجام کارهای ساده روزمره خوب نیستم. 2 ساعت طول میکشه من مثلا تختم مرتب کنم، آخرش هم کج کلو عذاب در میاد. عوضش من نوشتن مثلا مطالب خنده‌دار، اجراشون، مثلا همین کاری که الان دارم میکنم، تو این کارا خوبم. یعنی حداقل خودم فکر میکنم خوبم، یعنی سریعم حداقل. شما تو چه کارهای خوبین؟ چه چیزایی براتون سخته؟ من میخوام قصه این چند تا جغد رو براتون تعریف کنم امروز. این جغد کوچولوی قصه ما، این پایین، اینا همه تو قصه ما. این پایینی هم یه توانایی خاصی داره. اسم قصه اینا که امروز میخوام براتون تعریف کنم هست خشخش هو هو دیدمتون. یک کرم شبتاب رد شد، 2 تا خرگوش دویدن تو سوراخ، 2 تاشون اون برگای اون درخت بلوط بلنده هست، اون زردتر از بقیه است. الانه که بارون بزنه. دونه برف اینو گفت، بالای کوچولوشو باز کرد و از شاخه پرید و رفت توی لونه. به مامان جغدش گفت مامانی الان بارون میباره، پنجره ها رو ببند، طوفانم میشه ازش. دونه برف کوچکترین عضو خانواده جغدهای سفید در جنگل بلوز بود. یه مامان جغد، یه بابا جغد، یه داداش جغد به اسم گوله برف، یه عروسک موش کوچولو به اسم نقطه، 2 تا بال قشنگ و سفید، یه منقار کوچولو تیز و 2 تا چشم بسته داشت. دونه برف از وقتی به دنیا آمده بود هیچ چیزی با چشمهاش ندیده بود. بچه ها اصلا چشاش نمیدید، اما گوشهایی داشت که میتونست با اونها کوچکترین و آرومترین صداهای جنگل رو بشنوه. اون شب وقتی میخوابید به داداش جغدش گفت که داری چی کار میکنی گل برف؟ چرا اینقدر تون تون بال میزنی؟ گل برف گفت من دارم تمرین میکنم، بالام قوی شه. دونه برف گفت خب چرا؟ گل برف گفتم چیزه؟ ایچی نیست، تو بگی بخواب، ایچی نیست، من الان میخوابم، تو بخواب، من الان میخوابم. صبح وقتی دونه برف برای صبحونه رفت پایین، شنید که گل برف به بابا جغد میگفت نمیشه دونه برفو ببرم بابا جون، این یه مسابقه جدیه، اگه ببرمش همش با حواسم بهش باشه، من نمیتونم دیگه اون کرمای زیادی جمع کنم برندشم تو مسابقه. بابا جغد گفت اما تو که دونه برفو خوب میشناسی، میدونی چقدر باهوشه، میدونی که درسته چشاش نمیبینه ولی گوشاش چقدر تیز میشنوه. گوله برف با صدای کمی بلندتر گفت آره اما این مسابقه برای من خیلی مهمه، و بال زد و رفت. اون روز قرار بود مسابقه جمع کردن کرم بین بچه جغدا برگزار شه، هر کسی بیشترین کرم رو جمع میکرد برنده بود. دونه برف اینا رو از حرفای گوله برف و بچه جغدای دیگه فهمید. وقتی پشت لونه زیر پنجره جمع شده بودن، داشتن تمرین بال زدن و تیز بیرون میکردن. دونه برف رفت بیرون، بال زد و روی بالاترین شاخه درخت بلوط نشست و به صدای جنگل گوش داد. وقتی خورشید رفت، وقتی شب خودشو کشید پایین، روی همه جنگل پخش شد، دونه برف صدای سوت عمو جغد سفید رو شنید. منتظر همین صدا بال زد و رفت تا خودشو رسوند به محل مسابقه. خوب که گوش کرد، گل برفو از صدای نفسهاش پیدا کرد و یواشکی رفت کنارش و آروم گفت گل برف بیا. گل برف نه که داشت نفس میزد گفت دونه برف تو چی کار میکنی؟ تو اصلا من تو کی گفت به تو بیا اینجا؟ من اصلا نمیتونم پیش تو باشم، من الان نمیتونم از تو مراقبت کنم، برو من باید این کرما رو پیدا کنم، برو بشین بالا اون شاخی، نه پایینا، بشین بالا. دونه برف گفت آخو بیا اینجا یک کرم هست، من دارم میشنوم، یکی هم اینجاست یکی هم اونجاست، برش دار اونو بردار. گل برف سر جاش بی حرکت موند. دونه برف گفت وقت داره میگذاری، چرا خوشکت زدی؟ بیا من اومدم کمکت. بعد از اون گل برف هیچی نمیگفت، شاید خجالت میکشید، فقط تند کرمهایی که دونه برف پیدا میکرد و میگرفت و مینداخت تو کیسهش. وقتی سوت پایان مسابقه به صدا در اومد، کیسه گل برف اینقدر پر بود که بعضی از کرمها داشتن رو زمین میریختن و خب معلوم بود برنده کیه. اما وقتی عمو جغد سفید نفر اول اعلام کرد، بین تشویق و سوت تماشاچی ها گل برف رفت توی جمعیت، دونه برف رو پیدا کرد، آورد پیش خودش و گفت من میخواستم چیزی بگم، مرسی از تشویقاتون، آره من میدونم بردم و برنده شدم، این دونه برف برادر کوچولوی منه،
راستش اون برنده اصلی این مسابقه است. بعد مدالش از گردنش در آورد، انداخت گردن داداشش. همون موقع یکی گفت این جغده که اصلا نمیبینه، این چجوری این کرما رو جمع کرده، این چجوری کرما رو پیدا کرده، اصلا جغد که چش این چش این اصلا چشش نمیبینه که. همون موقع دونه برف گفت یه کرم الان زیر پای چپته، هی یکی هم از اون برگای اونوری داره رد میشه، هی اون یکی هم اونوره. با دیدن اون دوتا کرم همه زدن زیر خنده و برای دونه برف دست زدن و تشویقش کردن. این بود داستان من. امیدوارم که از این داستان خوشتون اومده باشه. شبتون بخیر و خوب بخوابین. بیدارم موندین ولی اشکال نداره، خوب بخوابین.